سلام برس هموطنهای عزیز، خدا کنک جور و سلامت سرحال باشین. باز هم ما در محوطه اطلاعات فرهنگ ولایت زیبای هرات قرار داریم. قسمی که در برنامه گذشته شما دیدین، جناب اقانی صاحب با چیرا و دوستای مختلف صحبت داشتن و یک تیمی که تیم ماجرین در کشور ایران است با مدالای مختلف البته آمده بودند که مو ابراز خوشی خود با جناب اقانی صاحب شریک بسازن. در کنار ما مربی این تیم قرار داره و میشه خود معرفی کنن و صحبت های بعدی رو می داشته باشین. بسم الله الرحمن الرحیم، برهان الدین رحمانی هستم، مربی تیم مهاجری. رحمانی صاحب بزرگوار، چند نفر بودین؟ مسابقات کجا بود؟ کیا مدال برنز گرفته؟ کی طلا گرفته؟ مسابقات تیم ملی ایران برگزار شد تقریبا، بعد ما 6 تا تقریبا 5 تا فایتر آوردیم. یکی از بچه‌های ما کاتورو بود که تونستیم 4 تا طلا بگیریم در وزن منفی 60. حسن وایدی مقام اول آورد، در وزن 67 امیر حسین رحمانی مقام دوم آورد، با در وزن 75 عباس واحدی مقام اول آورد، بعد مثبت 84 احسان فضلی مقام اول آورد، در منفی هم مهران موعدی مقام دوم کسب. بسیار. شما چقدر وقت میشه؟ کاتام یونس احمدی طلا آورد. بسیار. فکر کنم یکی دو بازیکن فعلا نیست دیگه، حتما در استرادگاه هستن. بله، استرادگاه هستن که ما آمدیم خدمت ایشون. بسیار خوب. برای ما بگوین که چی مدت میشه در کشور ایران شما کلاب ورزشی دارین و از کجای افغانستان جوان ها شرکت میکنن، چقدر شما شاگرد دارین و افتخارات دیگه هم در این مدت که شما ورزش کردین یا مثلا تمرین کردین شاگردها را به جای رساندین، آیا کدام افتخار دیگه هم بیرون از کشور داشتین یا خیر؟ ما در ایران، در تهران هستیم، در شهریار کلاب ماست. بله. بیشترش هم از مهاجرین در کلاب ها میاد، تقریبا 45 نفر هستن که تمرین میکنن. بهترین مدت در اون مسابقات در ایران، در مسابقات که داخل ایران برگزار میشه، مسابقات بین‌المللی، همین بچه ها اشتراک میکنن، انتخابی برگزار میشه از این بچه ها خوب هاشون، ما فایترهاش رو جمع میکنیم با یک تیم مهاجرین تشکیل میدیم در مسابقات میریم. با در مسابقات بله، حداقل که اول نمیشیم ولی پشت مقام دومی در ایران ما داشته باشید. با ایران هم بعضی وقت مسابقه های کلاپی می داشته باشین؟ بله، 100%. ما اونجا هم تمرین های مشترک داریم، حتی دورده ها قراز برده های تیم ملی ایران مشترک داریم. بسیار. اینجا چگونه دعوت شدین؟ از طرف کی دعوت شدین و خب چند نفر آمدین چند روز پیش؟ ما تقریبا 3-4 روز پیش دیگه در دولت زیبای ایران آمدیم. بله. تقریبا ما از طریق المپیک دعوت شدیم، از طریق المپیک راستین خود ما که اوجا دوباره ما یک المپیک مهاجرین داریم، جناب درست آقای خدارادی است که با زحمت زیاد برای ما مهاجری همین ورزشکار رو کشتن که باعث شد که ما وارد وطن خود ما بشیم، چون اکثر مشکلات ورودی داشتیم که بکسن بچه ها کارت همایشی داشتن، خیلی سخت وارد ایران می شدن که ایشون زحمت کشتن، جناب خالص احمدی نه واقعا زحمت کشتن، متوانستیم وارد ایران بشیم. قربانتان، ما یک بار بریم که دوستا صحبت کنیم که کدامش مدال برنز آورده کدامش طلا، هر کدام طلا آورده بود امور مرا بته که جیبا خالیس که موره یک کار کنیم. قبل از یک بریم سراغ دوستا، استاد سلام برسه باز هم. سلام علیکم، تشکر، لطف شما. بخیر باشین. همین موضوع طلا که یاد میشه شما هم لبخند به لبای تن میره. بله بله، ما چون طلا چیز خوبیه. بله بله. اما لازم زاهدی خوبه، اما لازم مثلا اون لو که روی نوشته میشه مقام اول بریم ارزش داره. باید زیاد به خاطر گرفتن طلا باید زیاد تلاش کنه. بله 100%. وقتی کسی بخوای اول بشه، اونم برای یک مسابقات ملی، برای انتخابی تیم ملی کشور، باید تلاش بشه، باید خیلی خیلی صدا رو رد بکنه، خیلی مسیر رو طی بکنه، خیلی حریفا رو باید بالاخره به یک طریق شکست بده تا بتونه طلا بگیره. طلا به راحتی طلا نمیتونه بگیره. در کنار شما دست راست کی حضور داره و این طلا آورده یا برنز؟ اول امیر مازناقش بگیره مگه طلا آورده؟ اصلا آقای واحدی طلا گرفته در وزن. نه نه، ما این امیر کار دارم، حالا جانم طلا کجاست؟ بوره بته که ما
الان رو نیاوردیم خونه. بسیار سیم و کرای خانه قصدار هستیم. پیسه او برق مانده متلا را بده هر جایی که ماندی ما گدت میرم خیر. یک کبابم به هتل میتم متخو متلا را برام بده. خب میشه که نام مکمل تا بگی و چگونه تانستی کریفا یا نکاوت کنی یا توسط نمره برنده شوی؟ من خود حسن وایدی هستم، در وزن 60 کیلوگرم. حریف های خیلی خوب بودن ولی ما با آنرزه که داشتیم مربی ها گفتن خدا شد تونستیم اول بشیم دیگه. توسط نمره یا امتیاز هشتایی؟ امتیازی هشتایی، فقط تو هشتایی هم ضرب فنی میشه. فنی کردیم. اصل از کجای افغانستان است؟ ما بغلان. 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 بغلان دیدی؟ نه تا حالا نرفته. به ایران تولد چی؟ آره. چی آرزو داری؟ کدام روز شوه که بری به خود ولایتتان؟ خدا کنه یه روز بریم ببینیم دیگه. تا حالا نید، فقط هرات دیدیم دیگه. انشالله بریم اون بر ببینیم. وطن ما و شما بسیار زیباست. امیدوار هستیم که یک روز به خیر برین به سرزمین آباییتان. پدر مادر باز کس هست به ایران؟ بله، پدر مادر اون هستش. چی قسم میکنن از وطن؟ میگم وطن خوبه ولی با چش و خونی آن واقعا عالیه. بله بله, بله. قربان تان تلوره کجا موندی؟ لا دست ما جناب استاد. خب 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 باز مجبور دیگه استاد آقا مشه بخوریم یگان کباب مباب بته میشه یگان کوبیده به ایران و به ایراد زیاد است که اگر بتونیم ام طلا را بگیریم. جناب استاد طلا دست ما این خیلی دوست داره برای بغلان ولی ما اجازه نمیدیم. خب ان شاء الله امید است برای 21 ماه دیگه اعزام بشه به ازبکستان. بسیار. به همین خاطر باید بره ایران اونجا اردو بزنیم تمرین داشته باشن که آمادگی بگیرن برای مسابقات ازبکستان که آسیایی هستن. یک طلای دیگه هم در پالی طلا اضافه شد. امیدوار هستیم دیگه حالا ببینیم هر چی که زیاد باشه انشالله. خوب است. انشالله. و خیر باشین بریم به طرف دوستا سلام برسن. سلام علیکم. صحت شما خوب؟ سلام شما خوب هستین؟ میشه خود معرفی کنین؟ من محسن حسینی هستم، وزن مثبت 84 کیلو. بسیار خوب. اصل از کجا افغانستان؟ ما از غزنی. از غزنی باستا. خب چی کردی؟ طلا گرفتی؟ برونز گرفتی؟ ما برونز. برونز. بیایام خوب است، خیر است. یک شش مکرای خانه میشه دیگه ان شاء الله. خب خب. چی گناه عریف با نمره؟ ما مسابقه که باختم رفتم در رده جدول بازنده، در جدول بازنده حریف خود خوره 5-6-1 بردم. 6 چند؟ 1. 6-1 نام خدا. خیمه و تو نمیتونیم دیگه داخل فایت شیم به خاطر که 6-1 حریف نکاوت کردی نه؟ یا با حساب نمره دیگه؟ حساب نمره. چند مسابقه دادین؟ ما دوتا. 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 با هرات؟ هرات همینجا دوتا. خب. و با ایران دیگه بین کلاب هم زیاد مسابقه داده باشیم؟ تقریبا 12 سالی از مسابقه میتونم. یک ورزشکار چی اخلاق را باید داشته باشه؟ دیگه هر ورزشکار باید منش پهلوانی داشته باشه، اخلاق، احترام به مربی، بزرگتر. باز حالا که میبری بخیر مدال خانه میبری؟ بله. خانواده خبر دارن؟ آره خبر دادم بهش. چی احساس کردن وقتی گفتید شما؟ دیگه احساس خوشحالی دیگه. بسیار خوب. قربان سلامت باش که دوست دیگه سلام برسید. سلام سلام. صحت شما خوب باشه. قربان شما سلامت باشید. نام مبارک؟ امیر حسین رحمانی. رحمانی صاحب چی آوردی بخیر؟ اگه طلا آوردی که پس کنار دور نریم دیگه. نه قربان شما سلامت باشی. حالا همه چیز متعلق به خود شماست. من مقام دومو توی مسابقات آوردم دیگه. دوباره. چی گرفتی؟ نقره گرفتم. نقرام به حساب یکم خوب است استاد؟ در فروش خوب است یا نه؟ طلا و نقره فکر کنم که بهتر است. خب میشه بگو یک چند مسابقه دادیم؟ شلوغ ترین وزن من بود. من 67 کیلوگرم که حریف های بسیار قدری میان و آماده و سرحالن شلوغ. بعد خودش سطح مسابقات خوب بود، عالی بود و خودش تونستم مبارزه کنم. سه تا از حریفم شکست بدم و فینال پیدا کنم که تو فینال هم مبارزه آخرم و مبارزه 5-4 شکست خوردم و از مقام دوم نصیبم شد دیگه. تبریک باشه. سلامت باشی. خیلی با امید از اینکه یک روز طلا بگیری که باز بیایم پیش خودت هم دیگه انشاءالله. سلامت باشی. قربانتم. سلام برسه. سلام علیکم. صحت شما خوب است. بخیر. نام مبارک؟ عباس وایدی هستم. دیده اونجا نبودی؟ ها؟ باز؟ بیادر یک خورتر کنم. خب، عباس جان شما دو برادر هستین. بیا بیا تو بیا. چی آوردی تو خیر هست؟ من مقام اول آوردم طلا. طلا؟ این خود دو نفره که پیششان طلا هست دیگه من هم شب میمان از یاستم. خب،
میشه بگید که چند مسابقه دادین؟ من 3 مسابقه دادم، عریف اول خود 9-1، عریف دوم خودم 8-0 و فینال من 10-0 بردم. بسیار خوب. در چند کیلوگرم؟ در وزن من 35. در ایران هم مسابقه میتونن بین کلاب ها با ایرانی ها؟ سعی اسمه در ایران در سوپر لیگش، لیگ برترش، در اون سطح بالا شرکت میکنم. بین کلاب هم جدا، در قهرمان کشوری و ایران و استانی و تهران مقام اول داشتیم. و در مسابقات بین المللی که در ایران برگزار شده چند دوره از طرف تیم همی افغانستان روی سکو رفتم مقام اولی، دومی و سومی هم داشتیم. بسیار خوب. زمانی که امارات اسلامی حکومت و دست گرفتن، شما در اون طرف مرز چی احساس میکردن؟ ما فعلا که در ولایت زیبای هرات قرار دارین، چی احساس دارین؟ خب طبعتا رسانه هایی که بودن در اوجه، چیزایی که می دیدیم در رسانه ها، یک ذهنیت منفی برام ایجاد کرده بودن. و قبلی هم که بخوام بیایم در اینجا با یک ترس و فلان چیزی بودش که مثلا ما داشتیم. تا که آمدیم در اینجا دیدم نحوه برخورد دیدم اینا خیلی بهتر بوده، خیلی از اون جنبه منفی که بوده کلی چیزا برداشته شده، یک دید مثبت داره نگاه میکنه خیلی ایجا. خب شما دو تا برادرا باز بین هم یگان دفعه فایت میگیرن در خانه یا نه؟ یگان بالش جنگی میکنن یا نه؟ یا در اونجا بالش رواج نیست؟ هست بالش؟ نه. زمان ما کوچک بودیم دیگه با بالشتا یکی دیگه را فایت میکردیم، پختا باد باد میشد. این رقم خونه میکنین شما؟ دخانه کنیم ولی خود در کلاب باشیم. خب میگه هر ورزشکار یا هر استاد یک تکنیک پیش خود نگاه میکنه، شما دو برادرام در بین خودت یک تکنیک نگاه کردین؟ اگر کدام روز دوستانه یک مبارزه کنین و مو تکنیک سر یکی دیگه استفاده کنین؟ خود دیگه همه دارن دیادی، اگه لازم باشه باز انجام میکنیم. انجام مقصد ضربه کشنده نباشه که از بین نبرین؟ برای ما ضربه کشنده که نداره، ولی خب امتیاز نمبر بالا باشه. بسیار خوب. قربانتان سلامت. سلام بر شما هم دیگه. امیدوار هستیم که میگه پایی که زدیم یکمک لبخند به لبای شما آمده باشه، چون وظیفه ما همیشه لبخند به لبای مردم بوده. خواستیم که در هر برنامه یک لبخندی را ایجاد کنیم. چی احساس کردین وقتی؟ سلام علیکم خدمت شما جناب آقای نظری. سر محبت کردیم سلامت. همیشه شما به لبهای مردم خنده آوردین و به زندگی نا شادی آوردین. خدا من شما را شاد داشته باشه و خندان داشته باشه. محمد سعید مجددی و نماینده مهاجرین استان تهران حامی و همراهی از این تیم هستم. با یک همراهی از اینا هستم. چند روز من نمیتونم اطلاع از اینا بگیرم. من نمیفهمم شما اجتماعی نظری صاحب اطلاع از اینا بگیریم. من خونجا نو خانه گرفتم، صاحب خانه 6 ماه کرار پیشکی خواسته. به او خاطر ما یک کمک شل هستیم. شما صاحب خداوند جزی شما را جای دیگر اول کنه نظری صاحب. بله 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 بله. بمانیم که اینا ببرم و اطلاع را به اونجا نشان بدن برای خانواده، برای مهاجرین که دل از اینا خوش بشه. بله انشالله که زنده و سلامت باشین، پایدار باشین، خدا من شما را محافظت کنه و حفظ بکنه. سلامت باشین، قربانتان، با عزت باشین. امیدوار هستیم تک تکی دوستا که افتخار آفریدن و به خانواده خودان، به کلب خودان، به افغانایی که اونجا مقیم هستن یک نوید خوش باشه که افغانستان جایی نیست که قسم صحبت میشد. و همچنان حداقل هم خانوادهشان وقتی که مدال برنز باشه، چی طلا باشه، چی نقره باشه، باید افتخار ما و شما است و بتانیم که حداقل به لبای اون مردم ما یک لبخند هدیه کنیم. و طلا گرفتن، برنز گرفتن یا نقره گرفتن هم کار آسان نیست. این همه یک ساعت است که میگم امتلا را بتین، کسی با آسانی تلا را نمیدن. همه تو راست واقعا صحیحه. شما درست میگین واقعا. و خداوند متعال هم در قرآن مجید میفرماید که بدون زحمت هیچ چیزی به دست نمی آید. و ان لیس للانسان الا ما سعا. انسان در زندگی دنیا و در زندگی آخرت اگر خواسته باشه کامیاب باشه و بدرخشه، باید نهایت سعی و تلاش خود انسان بکنه. دیگه این دوستا هم حتما بسیار زحمت کشیدن، تمرین کردن، تلاش کردن تا ای که به این مسابقات طلا به دست آوردن. امیده که انشاءالله خدا توفیق زحمت و تلاش دارین به ما و شما هم عطا بکنه، قوت بده که برای آخرت خودم و برای دنیای خود انشاءالله ما و شما زحمت بکشیم و سعی و تلاش بکنیم.
قربانتان سلامت باشین. به عنوان آخرین سوال دیگه از دوستا باز خداحافظی خواد گرفتیم. استاد پل... کجا بود؟ گرفتیم بعد از این چی پلاناز بخیر؟ پلان ما انشالله این هست که ما تیم 4 نفر از ما انتخاب شدن، احتمالاً 8 نفر 5 نفر باشن. اینا به امید خدا، چون اینجا خوب امکانات خوب کم تو حدودی مشکلات هست، به همین خاطر ما انشالله به 4 انتقال میدیم به تهران. انشالله اونجا یک اردو مشترک با بچه ها تشکیل میشه، ذهن سر مربی های روز ما با اینا تمرین میشه تا برای مسابقات آسیایی و مسابقات برون مرزی دیگه انشالله پلان ما یست بمونه. سلامت باشین. چی پیام دارین برای هموطنا که همی لحظه شما را در آخر برنامه میبینن؟ چی گفتنی دارین برای جوان ها خصوصا؟ برای همه هموطنان ما این هست که ما باید کشور خور از داخل بیایم ببینیم. بله. مخصوصا مهاجرین، چون خیلی خوب موقعیت نیست میان ببینن. اونایی که واقعا موقعیتی دارن میتونن بیان یا اقامتی دارن برای تردد و خروج مراجعت مشکل داره، واقعا بیان نزدیک ببینن. اون تبلیغات و حسی که نسبت به کشور ما شده، نسبت به امارت اسلامی شده، وقتی که از داخل میان میبینن، ما میایم با مسئولینی که واقعا اینجا برخورد میکنیم، بسیار برخورد نیکی، بسیار برخورد محترمانه، خیلی با عزت، با حرمت، با احترام. مخصوصا از لحظه ای که دوستان متوجه شدن که تیم مهاجرین وارد مسابقات شده داخل هرات اومده، حقیقتا خیلی احترام خاص داشتن. میزبانی هم الحمدلله خیلی خوب بود. ما تقریبا میشه گفت حدود 600 تا شرکت کننده در این مسابقات حضور داشتن. یعنی یک رویداد بسیار بزرگ واقعا بود، رویداد تاریخی بود که برای اولین بار در کشور ما، در افغانستان، در استان هرات و باستان، در ولایت هرات و باستان اتفاق نیک افتاده. خیلی واقعا کار نیکی بود. از پیشنهاد ما به همه جوانان می است که سعی کنند هر جور شده بالاخره ناامید نباشند. اونایی که ورزش کار بودن ورزش خود بیشتر انشالله حرفه‌ای تر کار کنند، وقت بیشتر بگذارن، ارزش قائل بشن به وقت خوب، تایم خوب. اونایی که واقعا با ورزش زیاد رابطه ندارن سعی کنند با ورزش ارتباط برقرار کنه، ورزشکار بشن. فرق هم نمیکنه همه کارات کار بشن، رشته های دیگه هم داشته باشن خیلی خوب، ولی تاکیدم اینه که بیشتر رشته های المپیکی باشه، رشته هایی که برای کشور ما بریم. وقتی که میریم به یک کشور خارجی خود نشون بدیم ما افغان ها بالاخره شایستگی خود داریم، جوان های خوب داریم، استعداد های خوب داریم. همونطوری که ما مسابقات متعدد الحمدلله چه در داخل ایران چه خارج از ایران ما تیم دادیم و شرکت کردیم، جوانان ما درخشی در واقع. خیلی برنامه ما محافلای بوده که ما رفتیم اونجا برنامه اجرا کردیم با حضور سفرهای کشورهای خارجی. ولی تعجب کردن که مهاجرین افغانستانی واقعا این هنر رو دارن. بله، افغان ما میتونن داشته باشن. قربانتان استاد، به امید افغانستان هم تو سربلند و پیروز و کامیاب و با دستاوردهای خاص در رشته‌های مختلف داشته باشیم. از شما تشکری میکنیم که در این هوای سرد برای ما وقت دادین و صحبت کردین. با امید از اینکه تک تک افغانای ما که مهاجر هستن یک روز شوک دوباره به وطن خود برگردن با دست پر، و امیدوار هستیم که یک وطن عالی پر از امنیت و پر از ارزانی داشته باشیم، که هموطنای ما دیگه در کنار سرک به خاطر یک لقمنان دست دراز نکنند. چون وظیفه ما همیشه همی بوده که ما کمک های هموطنا را بر نیازمندا رساندیم. به او خاطر در هر برنامه یاد میکنم که باید از هر کسی که به توان خود چیز داره بر هموطنهای خود کمک کنه. قربانتان سلامت باشین. زنده باد افغانستان. تا دیدار دوباره، خداوند یار و مددگارتان، پیروز و کامگار باشین. یک قطع عکس میگیریم ما شما. ما صحبت از کمک های برای نیازمندا که شد. بله. ما به تهران